کاتسا تحریم سپاه نیست، تحریم اقتصاد ایرانه. فرمانده سپاه میگه توان دفاعی ایران برای آمریکایی ها بهانه است و اونها اقتصاد ایران رو نشانه رفتند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم تاکید کرده تحریم ها هیچ تأثیری در ارتقاء توان موشکی ایران نداره. موشک های ما به حمدالله کاملا بومی و داخلی است، احتیاجی به خارج از کشور وجود ندارد که بخواهد تحریم ها در این موضوع تأثیر گذار باشه و توان موشکی انشاءالله به مسیر خودش ادامه خواهد. دبیر شورای عالی امنیت ملی هم با تاکید بر اینکه پرونده مذاکرات درباره برجام بسته شده، درباره کاتسا یا همون قانون مادر تحریم‌های آمریکا علیه ایران اینطور: زمانی آمریکا یک بمبی ساختن به اسم مادر بمب‌ها. بعد زمان بوش کلی سر صدای دفاعی و نظامی رو اندازی کردن. ولی هیچ خاصیتی نداشت. از زمانی که بمب مادر بمبا رو درست کردن تا زمانی که امروز ایران به عنوان کشور مقتدر توسعه یافته تبدیل شده، حکایت از این داره که این نوع اقدامات، این نوع مادرهای بیریشه تأثیری در اقدامات بنیادی ملت ایران که دفاع از هویت دینی و سرزمینی و ملی خودشون هست تأثیر نخواهد داشت. وزیر خارجه کشورمون هم ناکارآمدی مقامات آمریکا در برابر ایران رو دلیل سر و صدای مادر تحریم‌ها دونسته و گفته برای ما خیلی سر و صدای آمریکایی‌ها مهم نیست. مهم اینه که آیا ما از امکاناتی که در برجام هست بهره‌مند میشیم یا نه. آمریکا هیچ وقت از ابتدا به روح برجام اعتنایی نداشته. در برخی موارد مواد 26، 28 و 29 برجام رو هم که ضرورت حفظ فضای مناسب برای انجام تعامل با ایران هست رو خدشه‌دار کرده و از این جهت هم خلاف برجام هست. هر زمان که منافع ما که در برجام تضمین شده، این منافع برای جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه، در مورد برجام تصمیم خواهیم گرفت. قانون کاتسا که به مادر تحریم ها هم مشهوره، به بهانه حمایت ایران از تروریسم خواستار تحریم های شدیدتر علیه ایران و طبق اعلام وزارت خزانه داری آمریکا از امروز بخش مربوط به تحریم ها علیه اشخاص مرتبط با سپاه اجرایی میشه.